خداوند جان و خرد. در اولین قسمت برنامه کافاپارات گفتگو داریم درباره فیلم مامان با تهیه کننده و کارگردان این فیلم خوب. خیلی خوش آمدید آقای برزگرد. خیلی خوش آمدید. ممنون از دعوت. خیلی خوش آمدید عزیزی. خیلی خوش آمدید. یه صحبتی با بینندگان ما بکنید ما بریم. بله من سلام عرض میکنم. خوشحالم که در خدمتتون هستم. امروز نمایش فیلم مامان در سینمای مطبوعات بود و نشستشیم و از اینکه خدمت شما آقای جیرانی خیلی خوشحالم. مخلصم. من هم سلام میکنم هم به شما آقای جیرانی هم به بیننده‌هاتون و ممنون که دعوت کردیم. خواهش میکنم. پارسال ما تو داوری بودیم، فیلم امر بارانش گرفته از تو بود و در واقع خیلی فیلم مطرحی بود و صحبت های بسیار زیادی هم شد در بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازی، بهترین فیلم برداری که دو جایزش رفت. من اونجا فهمیدم چرا اینو تهیه کردیم و کاملا معلوم بود که برزگرد پشت فیلم هست. مامانو چرا تهیه کردی؟ یعنی انگیزت از تهیه مامان چی بود؟ دلیلت؟ والا این من پارسال یه فیلم بازی فیلم اولی هم داشتم که چون شما داور من بودی دشمنان آره و تو این سالها تعداد زیادی فیلم های یا فیلم اول یا فیلم هایی یه فیلم داشتی که کودکان من دیدم. بله بچه گرکای در سیپن. واقعیت اینه که به ناگزیر و به ناچار، به ناچار نه به اجبار، به ناچار وارد تهیه هم شدم. خب علاقمندیم همچنان فیلمسازی و کار نوشتن و ساختن برای خودم، اما ناگهان دیدم که مثل سالهایی که من شروع کردم کسایی هستن که خیلی تنهان و نیاز به حمایت دارن و نیاز به یک قرارهایی داریم که بتونیم به هم اعتماد به نفس بدیم، نمیدونم قوت قلب بدیم و این سینما که حالا تسامحاً بهش بگیم سینمای مستقل، حالا تو در تعریفش بماند، ولی سینمای هنری، سینمای مستقل، سینمای آلترناتیو، هر اسمی که داره، این خیلی تنها شده این سالها. میدونی توی یه دو دهه گذشته به قبل خب خوب بود، یعنی بود، یعنی کسایی وظایف خودشون میدونستن، مثلا توی دهه 60 توی جنگ کانون داره فارابی داره. بله بله بله. تلویزیون داره فیلم خاص تولید میکنه. بله بله. ولی توی یکی دو دهه شما دیگه تقریبا اینو نمیبینید. این تنهایی باعث شد که وقتی مثلا با آرش میشینم و میگه یه فیلمنامه دارم ولی کاش میتونستم بسازم و میبینیم که مطمئنی وقتی بسازیمش فیلم خوبی میشه و حالا کسی نیست، من گفتم حالا وارد حوزه تهیه هم میشم و شروع کردم به تهیه این فیلم ها که 7-8 تهیه شدن و اغلب هم فیلم های واقعا دیده شده، یعنی خیلیشون تو فستیوال های نمایش برلین بودیم، ونیز بودیم، نمیدونم جاهای مختلف بودیم با همین فیلم های اول و تقریبا فیلم موفق، یعنی نشون داد که حالا من بیش از اون که بخوام تهیه کننده باشم با یه شاید با یه دقتی فیلمنامه هامو درست انتخاب میکنم یا بچه ها رو درست انتخاب میکنم، یعنی میتونم حداقل تشخیص بدم که یه کسی چقدر انگیزه داره، حالا اون انگیزه کافی خودش یا نه، توانش هم داره. مثلا در این انگیزه رو در آرش میدیدم، در فیلم های کوتاهش، در تسلطش به جهان فیلمش و یک فیلمنامه خوب برای من محرز بود که مامان فیلم خوبی میشه. حالا به سلیقه ممکنه یکی دوست داشته باشه نداشته باشه، ولی فیلمی نیست که بشه انکارش کرد، بگیم نه بریم بعدی، واسیم باش دعوا کنیم، گفتگو کنیم، دیالوگ کنیم، نقدش کنیم. یعنی فیلم این انرژی داره. همین حالا هم که به هر حال جزء از بین 60 تا فیلم مثلا توی 16 تا فیلم دیده میشه به هر سلیقه‌ای که باشه، من فکرمان میکنم اگه گروه دیگه‌ای هم بودن مامان واجد این ویژگی‌ها بود که خودشو نشون بده. بازی‌های خوب، فیلمنامه خوب، اجرای و واقعا در یک فیلم ارزون قیمت، میدونید، یعنی اینکه در زمان تولیدت محدودیتی، در بودجت محدودیت داری، یعنی همه اینا در این فیلم بود. خب ممکنه فیلم‌های اولی هم امسال ببینیم یا این سالا ببینیم که دستشون بازتر بوده به هر دلیلی که فیلم مال هر جایی که هست، بالاخره یکم شرایطشون بهتر بوده برای تولید. ما تونستیم کمکی از مرکز گسترش بگیریم و بخشش هم خودمون تامین بکنیم و واقعیت اینه که با حداقل این هر چی که داشتیم هزینه تولید ما شد، نه دستمزد، میدونید، ولی ترجیح میدم در این حوزه بمونم و کار بکنم و شاید یه جوری یک امیدواری داشته باشم که کسایی مثل من وارد بشن و بتونیم یک جریانی رو همچنان نگه داریم در سینما. خیلی خوب تحلیل کردی که یک دوری همه نهادها کمک میکردن به نسلی که
جوانی که میخواست وارد چه و الان کسی نیست کمک میکنه. اینکه نسل تنهایی که بهشون کمک میکنه. معیارت برای درست بودن فیلمنامه و در واقع درست بودن فیلمنامه که اولین معیارت باید باشه دیگه. بعد بله. کارگردانی. بله. چیه معیارت؟ والا اصلی ترینش شاید این اینو میگم بعد یکم بازش میکنم تفاوت هست. یعنی من میگم اگر شبیه به جریان اصلی سینما ایران باشه از من بهتر تهیه کنندگانی هستن که این فیلمو تولید کنن. میدونید یعنی شما دفاتری که سالها خود شما تهیه کردید در دفتر بیشتر تهیه کنندگان حرفه‌ای کار کردید، کسایی که مسلطن بر نوع سینمای قالب یا جریان اصلی، یعنی میتونن با ستاره طرف بشن، میتونن با اکران طرف بشن، میتونن اون چیزی که برای من مهمه این تفاوت است. یعنی بتونم بگم که خب اگر سراغ من کسی میاد با الگوهای من، با الگوهای من که میگم یعنی یه الگوهای یه ذره متفاوت تر، در نتیجه فقط این برام مهمه و خود فیلمساز. یعنی میدونید شما حتی ممکنه کسی ایده های خیلی آوانگاردی داشته باشه ولی این آریه‌ای باشه، فیک باشه، تقلبی باشه، یعنی فقط یه فیلمی رو دیده بگه مثل این میخوام یه دونه بسازم. خب اینا رو به هر حال هم درس میدم هم سالها این کار کردم، چون حرفه‌ای هم نیستم، نه در کارگردانی نه در تهیه کننده، یک آدم حرفه‌ای نیستم. بنابراین این آماتوریسم جذاب به من کمک میکنه که سینما در سینما کنجکاوی کنم و خیلی چیزها رو رصد کنم توش و این خودش برای من یه معیار میشه و با اون معیار میسنجم و واقعا تا حالا همه رو درست رفتیم. درست یعنی تونستیم فیلمو به سرانجام برسونیم و بگیم که حرفی برای گفتن، یعنی فیلم قابل دیدنه. میدونید فیلمی نیست که بگیم خب اینم بود، یه ملودرام، یه جنگی، یه دونه پلیسی، ولی بگیم خب این بود دیگه، شما چرا ساختید؟ ما کاری می‌کنیم که بگیم این یه تراوتی داره، یک تازگی داره. باز برمیگردیم آقای انیسی، برای که ما با تو آشنا بشیم اصلا و در واقع بیشتر تو رو بشناسیم، تحصیلات چیه؟ من کارشناس ارشد سینما خوندم از دانشگاه هنر. دانشگاه هنر؟ آها دانشگاه هنر. از فیلم کوتاه شروع کردی دیگه؟ آره؟ بله. چند تا فیلم کوتاه ساختی؟ 4-5 تا فیلم کوتاهمو خیلی دوست دارم ولی خب حدود 13 تا کار کوتاه دارم. فیلم کوتاه جایزه گرفته جای مختلف؟ جشنواره داخلی. جشنواره داخلی؟ بله. جشنواره دانشجویی جایزه گرفتم، جشنواره فیلم کوتاه شیراز بود جایزه گرفتم و مثلا جایزه تدوین گرفتم واسه فیلم باستا به یک ذهن ناتمامم. برگزیده جشنواره این جایزه جشنواره فیلم چهارمین دوره جشنواره فیلم دانشجویی رو گرفتم واسه یکی از کارام و همین. و کار کوتاهی که خیلی دوست داری؟ در سوگ سیاوش و رقص چاقو. در سوگ سیاوش و رقص چند دقیقه است؟ در سوگ سیاوش؟ در سوگ سیاوش 18 دقیقه است، رقص چاقو 22 دقیقه. 22 دقیقه. انگیزه ای تو دیگه فکر کردی که باید وارد سینما حرفه‌ای بشی دیگه؟ آره. سناریوی نوشتی پیشنهاد دادی به آقای برزگر یا نه؟ قبلش پیشنهاد اومد؟ نه نوشتم و بهشون پیشنهاد دادم. آره. خب برمیگردیم، یعنی انگیزه که یعنی انگیزه تا نوشتن این فیلمنامه چی بود؟ یعنی چی دنبالش بودی تو این فیلمنامه؟ تو کلیت فکرت میخوام، یعنی اون ایده مهم اصلیت میخوام. من به زبان علاقه دارم، به واژه ها علاقه دارم و فکر میکردم که با تغییر جامعه، با تحولاتی که جامعه پشت سر میذاره، مطمئناً تعاریفش نسبت به واژه‌ها تغییر خواهد کرد. من فیلمی رو دوست داشتم به اسم مادر که یکی از نقاط درخشان تاریخ سینمای ماست و ولی فکر میکردم امروز با تغییر جامعه نیاز به تعریف و بازتعریف داره. همون نقش مادر است. نقش مادر و اون موقع بود که شروع کردم به تحقیق و سعی کردم که مامانی رو، مادری رو تعریف کنم که بهش میگم مامان و فکر میکنم تعریف جامعه امروز از این جایگاه خانواده در واقع این مامانه. یعنی تعریف امروز جامعه بله. از مامان فرق میکنه با تعریف گذشته از مادری که علی حاتمی که ما هممون فیلمو دوست داریم. بله. آقای برزگر تو حرفای تو یه نکته خیلی خوب بود، گفتی من جریان اصیل بقیه میتونن کار کنن، من میخوام خارج از جریان. اون جریانی که تو میخوای کار کنی، کار خارج از جریان اصلی، معمولا
باید یه بخش دولتی به کمک کنه دیگه. این در واقع ما در ایران بخش جریان غیر اصلیمون معمولا در گذشته هم اینطور بوده، از تاریخ ایران اینطوریه دیگه. آیا این کمک وقتی به تو کمک میکنن سلیقه‌شون رو به تحمیل میکنن یا نمیکنن؟ اولا تا حالا کمکی نداشتیم جز مامان و تحمیل نکردن. نه اول بارانش گفته کمک نداشتیم شخصی بود. نه من فیلم خودم بود. بله عالیه. یعنی شخصی خودت؟ بله خودم، یعنی سرمایه گذارم نداشتم، سرمایه گذار تهیه کننده و کارگردان خودم بودم. بله نه اتفاقا اون نکته که گفتم آقای جیرانی که شما هم تسلطتون بر تاریخ چه پیش از انقلاب، یعنی میخوام این مدل و بعد از انقلاب هم خب بیشتر از منه. ببین تو دهه 60 و 70 شما ببینید مثلا در دوران جنگ شرایط سخت برای خودش یک تعریف قائل مدیر فرهنگی، چه در قانون چه در فارابی. بعد آخه فیلمای خود دونده چجوری ممکنه در بیاد در اون دوران؟ بله بله از قانون در اومده. بله در تلویزیون بادکنک سفید در بیاد. بله بادکنک سفید در اومده تلویزیون. در وزارت حالا مثلا قبل از انقلاب وزارت فرهنگ هنر مثلا شهید سالس، ارشاد، فارابی. تو دهه چرا این اتفاق نمیافته؟ نکته اینه. نه تمام تلاشی که من دارم میکنم تلاشم هم کردم، چون اتفاقا حمایت از این جاها رو حق خودم میدونم. اینها یک بس کرد برای که یک کم روشن تو جریان غیر اصلی رو چه تعریفی میتونیم براش بکنیم، یه چه واژه‌ای میتونیم بذاریم. نمیخوام واژه روشن فکری براش بذارم، چه تعریفی میتونیم بگیم؟ حتما روشنفکری بخش مهمیش هست، ولی بذاریمش کنار. من میگم که فیلمی که خلاف عادت سینما ایرانه، یعنی اینکه تماشاگر حتی ازش عصبانی بشه، شگفت زده بشه، با خودش سوال کنه این دیگه چه روایتی بود، چرا نفهمیدمش. سینما نیاز داره مثل چیز کاری که در شعر میشه، چطور با نیما این برخوردها شد و بعد یک جریانی ساخت که حالا ما اگر کتابی رو باز کنیم الان و سطور یعنی غیر منظمی زیر هم ببینیم بهش میگیم شعر، در حالی که از یکم قبل‌تر امکان نبود به همچین ریختی شعر بگیم. بله بله. یا به همچین فرمی نقاشی بگیم. حتما بعد نقاشی یک منظره می بود یا یک پورتری یا فیگور می بود، اما یه سطح رنگ روی بوم حالا بهش میگیم. هنر اساسا نیاز داره و اتفاقا نیاز داره به حمایت داره. من فکر میکنم که سینمای ما، سینمایی که منم و ادامه، یعنی من میگم از برای من از شب قوزی شروع میشه این نگاه در اوج اون مدل سینمای مصری، هندی، ترکی و سینمایی که ایران هم گل کرده دارن میسازن، یه دفعه ناگهان شب قوزی ازش در میاد، بعد فروغ، بعد خشت و آینه، یعنی آدم میبینه که اینا چه رفتاریه در سینما. و همینطوری اتفاقا داشتیم تا به همین حالا. این غیر عادی بودنه یا غیر لزوما غیر عادی بودن شاید خوب نباشه، نگاه متفاوت به آره پدیده نگاه متفاوت و پیشنهاد و پیشنهاد. یعنی میشه اینجوری میزانسن دار مدام پیشنهاد میده، مدام بازیگر جدید پیشنهاد میده. شما سال قبل داور جشنواره بودید که من فیلم داشتم و به بازیگری جایزه دادید که مطلقا نمیشناختیدش در عبارانش گرفته. این یک پیشنهاده که ما از یک ظرفیت دیگه استفاده کنیم. اما ببینید تو جریان اصلی وقتی یک تایید کننده، یک سرمایه‌گذار میخواد یک قصه رو تعریف کنه، چطور ذهنش محدود به نوع بازیگران شناخته شده است؟ میگن ترکیب اون فیلم موفق پارسال رو بیاریم تو فیلم جدیدمون. اینو میگن. ولی چطور ما میتونیم بگیم حالا ما میتونیم تو روایتش، توی نوع فیلم برداری، توی ابزار فیلم برداریمون، یعنی بگیم اینجوری هم میشه فیلم گرفته، یعنی پیشنهاد بده این فیلم، این نوع سینما به سینمای اصلی، ما آدم‌های جدید، نیروهای جدید، روایت جدید، دستور زبان جدید پیشنهاد بدیم به سینما. این سینما تونسته. این ادعا نیست. نه که من کردم. منظورم سینمای آلترناتیو این کاری کرده. ما داریم مجبور جریانی صحبت می‌کنیم که اون جریان می‌خوام ببینیم تعریف این کارو کرده. بله. تعریفش. من میگم که تو باید تعریف وارد فیلم شدی یا غریزی وارد این فیلم شدی؟ نه واقعیتش اینه که من فکر میکردم که یعنی من هم به این تعاریف فکر میکنم و دغدغه این تعاریف رو دارم و اساسا فکر میکنم که این نوع سینما، یعنی چیزی که بهش میگیم سینمای آلترناتیو، سینمای تجربی یا سینمای مستقل، در واقع سعی در باز تعریف مفاهیم داره. یعنی اساسا تکثرگرایی یا بداهه‌ای که به معنای جدید ختم میشه یا رسیدن به اصطلاح
تعاریف جدید برای ماهیت‌های قدیمی این چیزیه که کمک می‌کنه، یعنی قصد یا هدف سینمای مستقل یا سینمای آلترناتیو، و سعی داره که با استفاده از فرم و بازی با زمان و مکان و موضوع به باز تعریف واژه‌هایی برسه که شاید به عنوان اول روایت‌ها دارن سعی می‌کنن جامعه و ما رو شکل بدن. یعنی همیشه سعی در پیشنهاد با پیشنهادات جدید برای مفاهیمی که قبلا در زندگی داشتیمه. یعنی میگم من فکر میکنم شیوه دوربین جدید، زاویه دوربین جدید، یا رفتن به سراغ یه سوژه‌ای که شاید خیلی بهش پرداخته نشده، همه در جهت گسترده کردن به اصطلاح بازه این روایت‌هایی که تسلط دارن بر زندگی ماه. کاملا درسته. این فیلم هایی که آقای برزگر، مجید عزیز نام برد، شب قوزی، خشت آینه، یک اتفاق ساده، اینا رو تو دیده بودی؟ اینا رو، این جنس فیلم ها رو، یا ندیده بودی؟ بله بله دیده بودی؟ بله. از اون نسل رو تاثیر، اون جریان رو تاثیر گذاشته بود، این جریانی که از قبل از انقلاب است، شب قوزی شروع میشه، خشت آینه، بعد میرسه به یک اتفاق ساده، میرسه به مغول ها، میرسه به خیلی فیلم های دیگه. اینا یا جریان بعد از انقلاب پیگیری کرده بودی؟ جریانی که دونده شروع میشه، از در واقع با شو غریبه کوچک ادامه پیدا میکنه، میاد به کیارستمی پیلوزاف نمای درشت و فیلم های دیگه، کدوم جریان رو بیشتر تزدیم؟ ببینید وقتی ما به این فیلم ها نگاه میکنیم خیلی نمیتونیم نقاط مشترک براشون پیدا کنیم. بعضی ها در فرم سعی کردن تجربه کنن، بعضی ها در مضمون و محتوا. یعنی مثال میزنم، وقتی بیزایی میره سراغ فیلم باشو غریبه کوچک، داره سعی میکنه از زاویه دیگه به جنگ نگاه کنه، جنگی که یک تعریف مسلط وجود داره براش و همین باعث میشه که خیلی پذیرفته نشه، سالها توقیف بشه حتی. یعنی کاملا معتقدم که ماها یا این جریان سعی در اتفاقا من فکر می‌کنم در ادامه جریان روشنفکری ما قصد داره که به این تکثری که لازمه یک جامعه پویا هست برسه. ما چه در قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب همیشه جریان‌های قدرت سعی در تعریف مشخص و چارچوب شده واژه‌ها داشته واسه اینکه ما اون شکلی زندگی کنیم، ما اون شکلی فکر کنیم. سینمای مستقل و سینمای آلترناتیو سعی در دادن تعاریف جدید داره، سعی در سعی داره حق حیات بده به کسی که جور دیگه ای فکر میکنه، سعی داره جسارت بده به کسی که جور دیگه ای فکر میکنه. و در صورتی که این سینما دیده بشه احتمالاً و در جامعه، یعنی اگر فرصت دیده شدن این آثار در جامعه وجود داشته باشه، احتمالاً زندگی راحت تر، آدم ها راحت تر میتونن همو بفهمن یا فرصت فهمیدن بدن. یعنی اگر یک فرد یه جوری فکر میکنه سری نمیگن، نه به اون آدم نه نمیگن، سعی میکنن بهش فکر کنن، سعی میکنن بگن اوکی اینجوری میشه، یک شکل دیگه هم شاید بشه زندگی کرد، شاید یک شکل دیگه هم. میدونید من میخوام بگم این فرم های متفاوت اساسا سعی در تثبیت یا سعی در از بین بردن اون روایاتی دارن، ابر روایاتی دارن که دارن سعی میکنن ما رو شاید واژه خیلی سختگیرانه به بند بکشن. توی تعریف آقای انیسی، آقای برزگر، یه نکته ای بود که خیلی خوبه. سینمای مستقل رو با باز تعریف مفاهیم یکی دانست و در واقع این کاری کرد. با توجه به سینما مستقل توی در واقع دنیا هم، یعنی اگه بریم توی امریکا هم بررسی کنیم، سینما مستقل مقابل سینمای استدیو و کمپانی اونجاست که در واقع اونجا کمپانی سعی میکنه تحمیل کنه. بله. و آقای برزگر، اینجا ما یک شورای پروانه ساخت داریم. آیا ما میتونیم با شورای پروانه ساخت سینمای مستقل رو از اون کانال عبور بدیم؟ خب آره، این بحث مهمیه.
البته خب میدونی شورای پروانه سا خب وظیفش و نگرانیش باعث اون موارد سانسور و اینا باشه، اساسا خب وارد مفاهیم فرمی و روایی که نمیتونن بشن، نباید بشن، حالا اگر میشن اشتباهه. شورای پروانه ساخت حرف اصلیش اینه که فکر اصلی فیلمنامه چیه و روی فکر اصلی فیلمنامه زوم میکنه، ساختار معمولا براش مهم نیست. نیست. آره. نباید براش بشه. نباید براش مهم باشه. یعنی مگر ما این خط قرمز ماست و اینا. و بیشتر هم رو باز تعریف مفاهیم در واقع زوم میکنه تا روی جریان اصلی. یعنی آیا با این دریف میشه سینما مستقل در ایران تعریف کرد؟ حتما با اون تعریفی که بیرون از ایران داریم اینجا نمیتونیم تعریفش کنیم، ولی من فکر میکنم که فیلمساز ما، فیلمساز ایرانی، یعنی فیلمساز مستقل ایرانی توی این سالها تونسته از این سطح یاد بگیره. تعریف سادهش اینه آقای جیرن، شما میدونید استودیوها در امریکا فیلم مستقل تولید میکنن، یعنی همون نظامه خودش میاد فیلم کوچیک که بتونه از اونها بعدا بهره بگیره، یا در اروپا دولت ها فیلم مستقل تولید میکنن. ما اینجا نه اون تهیه کنندگان مینستریم وارد این حرف این ماجرا میشن، نه دولت این کمک میکنه، این وسط کسانی تونستن. این نقل معروف از باز مثال دو فیلم مهمی که امشب هم از چند بار یاد کردیم، یعنی آقای گلستان اشاره میکنه میگه که بعد از شب قوزی فهمیدم میشه کاباره و میشه کافه در فیلم باشه و مبتذل نشه، چون دیدم که غفاری تونسته تو این مثلا اون بنگاه شادمانی اول قصه رو بیاره توی فیلم و بد نشه خود زندگی، که خودش هم اون سکانس مشهور کافه رو میذاره و درستن. یعنی اینکه چطوری میشه یه بار دیگه اون ابر روایت ها رو از دوباره بگیم که بله ما میخوایم راجع به جنگ بسازیم، ما میخوایم راجع به انسان بسازیم، ما میخوایم راجع به خانواده بسازیم، تا اینجاش که ما با هم اثر نداریم، شما در طول سال دارین 100 فیلم با این مضامین اجازه میدید، ما هم یکی از اوناییم. حالا اینکه دوربین ما چه حرکتی میکنه یا چه نگاهی میکنه رو دیگه خودمون میخوایم تعریف کنیم. نه اون که آره نمیخوایم نمیخوایم آره این میشه انتخاب لوکیشن، انتخاب بازیگر، انتخاب رنگ فیلم، انتخاب همینا انتخابایی که ما میکنیم. اما اون نکته که شما باز میگید در پروانه ساخت، حالا من نمیخوام، راستش واقعیت اینه که اگر بگیم که خوشحالیم که تونستیم اونا رو یه جورایی دور بزنیم همیشه، یا اینجوری گیر میافتیم که بگیم خب از این به بعد حواسمون بهتون هست، بگن که از این بعد حواسمون بهتون هست که دیگه دور نزنی ما رو. نه خب در واقع در دل همون فارابی هم آدم های فیلم هایی ساختن که تو فکر نمی کردی که اون فیلم ها در دل فارابی ساخته بشه. یعنی یعنی فیلمساز ایرانی یاد گرفت در واقع که یه بخشش هم اینه که مدیرانی در دورهای مختلف اینه این نکته مهمه، یعنی این نکته مهمه. آره یعنی آقای بهشتی تصمیم میگیره که آره. اینجوری فیلم بسازه. آره آقای طباطبایی نژاد که الان دبیر جشنواره‌ان، وقتی که در مسند همین ارشاد در اداره نظارت ارزشیابی معاون ما سمت معاونت داشتن در دوره قبل، نه اصلا تو شورای پروانه ساختن بودن، شورای پروانه ساخت بودن، حتی وقتی مرکز گسترش بودن من بارها بهشون برخورد داشتم، یعنی اینجوری که این خوبه من هستم، یعنی انگار که یه دفعه میگرفت که چی، ولی بعضیا با نگرانی میگن نمیدونیم پس یعنی اصلا نسازیم بهتره. نکته مهم اینه که ما مدیرانی داریم که کمک میکنن بله. به اینکه این تفکر مستقل بیاد. و یکی از اینایی که من میتونم به ذرس قاطع بگم نقش موثری داشته آقای طباطبایی نژاد بوده در دوره‌ای که من بودم و به شدت کمک کرده، شما هم که میشناسید تو فیلمنامه کی داری به همه اسم مامان دادی تو شورای پروانه. اتفاقا یکی از کسایی که خیلی کمک کرد که فیلم مامان ساخته شد دقیقا آقای طباطبایی نژاد بود و با ولی فکر کنم دوران شما نبود. نه دوران ما نبوده، نه من نخوندم چون یادم بود دوران آقای مازیار میری بوده. بعد مازیار میری دوران بله. ما آقای مازیار بله. میری بوده، چون دوران ما دوران بله. کوتاهی بود، دوران آقای مازیار میری دوران بله. مفصلی بود. خب این باز تعریف مفاهیمی که میکنه، تو هم تو این باز تعریف مفاهیم نقش داشتی بازیگر در مادر مامان یا مستقل گذاشتی خودش فیلم؟ نه مستقل بود، من کم هیچ دخالتی در فیلمنامه نداشتم، اصولا در فیلم ها نمی کنم. به عنوان تهیه کننده فکر ندادی که چی کار کن چی کار نکن؟ نه من البته چرا این خیلی من حسالا... قبل از تولیدم قبل یعنی زمان وقتی به هر حال فیلم اولم بود و خیلی استرس داشتم و خیلی وقتا آخر شب که آی بازیگر تنها میشدم میرفتم میگفتم مجید جان این سکانس اینجوریه من مثلا چیکار کنم که فاصله بگیرم. دقیقا من یادم سر یه سکانس هم خواستگاری هم سکانس رستوران ما با هم صحبت کردیم که من چیکار کنم که شیوه قاب بندی و شیوه تصویر کشیدن این سکانس ها شبیه نشه به سینمایی که ما اساسا نمیخوایم خیلی بهش نزدیک شیم.
من فکر میکنم یکی از دلایلی که اساسا ما میریم به این شیوه تولید که به شدت معتقدم شیوه تولید میتونه تاثیر بذاره در زبان فیلم و اساسا میریم سراغ بازیگرهایی که شاید در عین توانمند بودن شاید چهره شناخته شده ای ندارن، اینه که ما بتونیم بین سینمای خودمون تمایز قائل بشیم با سینمایی که داره استفاده میکنه از بازیگرها و شاید دوباره سعی میکنه تکرار کنه یا تحکیم کنه اون روایت ها یا ابر روایت ها رو. یعنی این تمایز وجود بازیگرهایی که توانا هستن اما چهره نیستن اون راهنمایی واسه مخاطبی که میخواد بیاد یک فیلمی رو حالا متفاوت ببینه. من میفهمم آرش جان در مورد کمک فنی، در مورد کمک فکری، چون با توجه که مشخصی آقای برزگر یه تفکرم هست، کمک گرفتی از نظر فکری ازش؟ بله توی نوشتن نه، ولی خب ما بین فیلمنامه‌ای که نوشته بین فیلمنامه‌ای که نوشته شده و فیلمنامه‌ای که فیلمی که الان می‌بینیم تفاوت‌های وجود داره که نقش آقای برزگر کم نبوده توش. آقای جیلانی فکر می‌کنم در مرحله‌ای که تصمیم می‌گیرم کدوم فیلم باشه انگار بله. که همه کارو کردم. این فیلم معلومه مال منه، یعنی از ابتدایی که انتخاب بله. من سرسره نمی‌رم رو فیلمنامه حرف می‌زنم، ولی پیشولید مفصل و تقریبا تا آخرین لحظه موسیقی و صدا من حضور قاطعی داشتم، ولی این قاطع به معنای مشاوره و اون چه که ازم میخواست. روشنه که من وارد فیلمی نمیشم که از اساس مدل من نباشه. میدونیم این بدترین چیزی که من بگم که من بیام چیز کنم، تحمیل کنم نظرمو، در حالی که میدونم هم نظر با من آرش دیگه نیازی به تحمیل نیست. میدونی وقتی آدم هم نظرم پیدا میکنم و تیممونو، آره این معنیش تکثیر خودمونه، آره تیم داشتن، آره اصلا میخوایم جریان بسازیم با یک تفکر، آره آدمهای همه جا اینجوریه دیگه. شما نمیتونید مجله در بیارید با یک کسی که اصلا شبیه بله شما نیست، نویسنده های خودتون رو دعوت میکنید که بله. بعد مجله ما میتونیم بفهمیم که مجله آقای جیلانی رو روشن فکری است نیست، هست، این مدلیه، میریم بگیریم یا نگیریم، ولی میدونیم که به همین خاطره که خب در دیدید دیگه. اصلا راجع به چرا تهیه کننده بگیم، شما بگید که یک فیلمو چند نفر میسازن، 50 نفر تو گروه هن، اگر این بازیگر نبود اون بود این فیلم یه چیز دیگه میشد. چطور یک نفر میتونه مسلط اینا رو داشته باشه؟ زمینه از همین، این فقط تو دعوت و تو انتخابه. من خانم افشار رو انتخاب میکنم، این همه بازیگر زن، چطور او که به تو نزدیکتره، به جهان تو، به تعریف تو. و به نظر من اینجوریه که من میتونم آدم فیلمامو انتخاب کنم و فیلما اینقدر مدل من بشن که این شاهده پیش بیاد که من نقشم خیلی زیاد بوده در حالی که واقعا نبود. اصلا نقش تهیه کننده در همه جای دنیا زیاده، نقش تهیه کننده در ایران گاهی وقتا کم میشه. آره اینجا دیگه آره. اینجا واقعا اینجا معنی نداره، اینجا نقش تعلیفی نداره، تعریف بله. نداره. چون اینجا بیشتر پول انگار. آره پول بله بله. اون نقش تعلیفیه که آره دیگه تعریف نقش تهیه کننده به عنوان کسی که فکر میده انتخاب میکنه اینجا نیست. بله. یعنی در واقع اینجا بیشتر تهیه کننده اینه کسی که پول میده یا پول میاره. بله. یعنی در واقع ولی فیلم اتفاقا حالا تو فیلمای قبلی که کار کردم مثل پریدم، مثل ممیر و اینا خیلی از تو فیلمنامه رفتیم، از تو ایده. مامان شاید اولین یا تنها اگر نباشه از معدود کارهایی بود که فیلمنامه دقیق کامل اینقدر متقاعد کننده بود که تو اون بخش دیگه هیچ نکته هیچ بحثی با هم نداشتیم، ادامهش رفتیم و ساخته شد دیگه تا رسید به این. اون باز تعریفی که از مفهوم مامان داری خلاصه بخوایی بگی در این جمله خوب چی بود؟ اصلا چی فکری میخواستیم منتقل کنیم؟ نگاه کنید، خب میگم که ما همه میگن مادر متفاوتی داری، مادری که در بستر یک جامعه پر از مشکل داره حرکت میکنه. مادر متفاوتی آقا جنین در سینماست، در سینماست بله. میدونی یعنی اینکه ما مثلا یک مادرانگی در سینما ببینیم که خوبم هست، که اتفاقا یاد همین مادرها هم بخیر و واقعا هم مدیونیم. ولی من میگم مادری که مثلا چه میدونم میخواستی سیب زمینی سرخ کرده رو بعد میزدی به دستت، آیا این تصویر رو نشون بدیم میگی مادر ظالمیه؟ یا مادری که بالای سر بچهش تا صبح که داره تب داره سختی میکشه، انگار که سینما دلش میخواد فقط اون بخش فداکارانه رو داشته باشه و که خوبم هست. مامان تلاش میکنه یک ور دیگه ای از این طیف خاکستری آدمیزادی، آدمی که میتونه عصبانی بشه، میتونه نفرین کنه، میتونه عاشق بچه باشه و همشون ذیل یک عبارت به عنوان مامان
جمع میشه یا مادر. حالا چرا اسم فیلم مادر نمیشه؟ چون ممکنه اون شایبه یک مادرانه بودن یا فیلم آقای حاتمی. اتفاقا فیلم ور دیگه فیلم مادر آقای حاتمیه که اونجا در یک نشانه گذاری دیگه جلو میریم که همه دوستش داریم. اینجا یک واقعیت دیگه از مامان نشون میده که ممکنه برخورنده هم باشه. ولی میتونیم بپذیریم که این وجود داره. مادری که میتونه به فکر خودش باشه. مادری که میتونه نظر داری دیگه کاملا دیگه. خب برای این فکر ساختار ذهنی خاصی داشتی، یعنی از پرداخت، یعنی لحن خاصی رو انتخاب کردی؟ منظور تو از لحن چه داری؟ لحن یعنی نگاه تو به این مفهوم و این موضوع. خب دقیقاً همون لحن، این من میتونم بگم این لحن در تفاوت با نمایش‌های دیگه‌ای که از این جایگاه در خانواده داریم در واقع شکل گرفته. یعنی مادری که خیلی واقعی عصبانی میشه، عاشق بچه‌هاشه، ولی سعی می‌کنه تمام امید آرزوش خوشبختی اوناست، ولی خب سعی می‌کنه خودش اون شکلی که فکر می‌کنه اونا رو. منظورم از لحن اینه که دوربینت رو، یعنی نگاه دوربینیت رو با چه ذهنیتی این تصویر هماهنگ کرده، با چه ذهنیتی مفهوم هماهنگ کرده. معمولا ما وقتی که قصه ای رو انتخاب میکنیم لحن در واقع نگاه به قصه رو انتخاب میکنیم. ابر بارانش گرفته، نگاه با قصه و مفهوم معلوم بود فیلمساز چه لحنی از نظر ساخت گرفته. تو این لحن رو داشتی یا نه؟ غریزی رفتی وارد میدون شد؟ نه اصلا مشکلی نیست که با غریزی وارد میدون شد. نه من خیلی تکنیکال و خیلی دو تا چهار تایی به فیلمنامه، به کارگردانی، به این چیزا نگاه میکنم. من کاراکتری داشتم که میخواستم اونو متفاوت نشون بدم، یعنی یه کاراکتر متفاوتی رو داشتم که میخواستم اونو ارائه بدم. خب من کاراکتری رو تعریف کردم به عنوان احمد، یکی از بچه های مامان که الان داره فیلمنامه زندگی، به نظر میرسه فیلمنامه‌ای داره می‌نویسه که انگار زندگی مامانم هست و سیر نگارش فیلمنامه و چیزی که از مامان نشون میده در واقع اون به اصطلاح سفریه که قرار بیننده بکنه و در ابتدا و انتها به یک نگاه برسه، به این یعنی تعریف مامانو از زاویه نگاه این کاراکتر بفهمه. و خب این چیزی بود که، یعنی تلاشی بود که من کردم برای اینکه بتونم به این هدفم برسم. از اون طرفم خب ما اومدیم تعریف کردیم که اوکی ما چه کار می‌خوایم بکنیم. اومدیم سه تا زاویه، سه نوع دوربین تعریف کردیم. یکی دوربین سیالی که فقط در تنهایی های مامان میتونه حضور داشته باشه. از اون طرف دوربینی که خیلی شبیه روایت‌های کلاسیک، فیلم‌های کلاسیکه، و از یه طرف یه دوربین رو دست، حتی شاید بعضی جاها شلخته، ولی با در نظر گرفتن یک زیبایی شناسی خاص. یعنی من اینطوری بگم، شما وقتی فیلمو ببینید می‌بینید که اوکی مثلا فیلم ممکنه یه جاهایی متفاوت باشه یا به زیبایی فیلم هایی که امروز میبینیم نباشه. من نگاه همینه که بین زیبایی و زیور تفاوت وجود داره. اساساً ما میتونیم از یک منظره به شدت کثیف، نمیدونم، غیر قابل تحمل، ولی تصویر زیبایی خلق کنیم که اساساً تک تک اجزای اون زیبا نباشه، دارای زیور. حتی خود خروجی ما ممکنه زیبا نباشه. آره، حتی خروجی ما زیبایی شناسی شلختگی. بله، کاملا درسته. یعنی ما هدفمون این بود، یعنی خیلی مهم بود که ما بتونیم بین، با توجه به اینکه ما یک باز تعریف داریم میدیم از یه واژه، بتونیم بین فرممون و اون چیزی که از فیلم دیده میشه، اون خروجی فیلم، و بین اون و فیلم های دیگه ای که دارن سعی میکنن شاید در نگاه به اصطلاح قالب جامعه وجود داره تفاوت ایجاد کنیم. بعضی موقع این تفاوت ها در شلختگی ایجاد میشه، نه به این معنی که زیبایی شناسی نداریم. ما سعی کردیم زیبایی شناسی خودش رو پیدا کنیم. بله، شلختگی زیبایی خودش رو خودش پیدا کنیم. بله. آقای برزگر، این بازیگری که تو انتخاب کردی خودت میدونستی، چون جریان دیگری رو داری انتخاب میکنی، این بازیگرها انتخاب محدودتون بود یا انتخاب طبیعی و درستتون بود؟ یه نکته شاید جالب باشه براتون میگم. فیلم مامان اینقدر جذاب بود و خوب نوشته شده، دست کم در خوندن هر بازیگری وسوسه میشد. ما یعنی ما میتونستیم انتخابامون خیلی
چهره تر مثلا باشه. بله. اتفاقا برای که اتفاقا میدید بازیگر دنبال متن خوبه. بله متن خوبه. و یه نه لزومن در قرار داد اسامی اینا. آره. ولی اون چی که به نتیجه رسیدیم با آرش و آرش مصر، او هم پذیرفت، البته مصر بود که این کار بکنه، جهان فیلم چطوری باورپذیرتر میشه با کسایی که کمتر دیدیمشون. این باز اینا که کمتر دیدیم، یعنی این که بازیگر ناشناخته کمتر شناخته شده یا کمتر چهره شده، حداقل در حوزه تصویر، اینی که تئاتر تونست به ما یک کمک بکنه، بازیگران بسیار خوبی که حداقل سه بازیگر مردمون که پسرهای مامان هستن، آقای امیر نوروزی، آقای شمس و آقای ابراهیمی، واقعا سه تا بازیگر فوق العاده ان که من مطمئنم سال بعد ازشون خیلی فیلم در همین جشنواره فیلم خوب خواهیم دید. یعنی کسایی هستن که میگن که منو ببین، یعنی چاره ای نداری که بپذیریشون. خانم افشار که تکلیفش روشن بود، بازیگر بسیار خوبی است که شما خوب میشناسیدشون. بله بله. از دهه 60 به این طرف گزیده کار فرهیخته، یعنی کار خودشو میکنه، نقاشی میکنه، رمانشو مینویسه، تن نمیده به هر بازی، به هر دلیلی حاضر نیست خب هر کاری بکنه. همین سالها پارسال با دشمنان من یه فیلم داشتم که نقش اصلی بود دشمنان، دوباره یه فیلمم سرکوب، یعنی محدودی فیلماش خطبا خیلی از این که در معاشرت فرهنگی باشه بیشتر استقبال میکنه تا اینکه پیشنهاد فیلم باشه و قیمت و پول و این چیزا. ولی تصمیم نهایی رو خب خود آرش گرفت و انتخاب هم خودش کاملا از خانم افشار تو بقیه بچه ها رو خودشون انتخاب کردن. من هیچ دخالتی نداشتم، برای اینکه یک بار قرارمون رو عرض میکنم، وقتی یه بار دادم تو مقدمه میدونیم که میخواییم چی. بله. دیگه این اصل ماجرا هم اعتماد، هم این که تجربه منم به اندازه آرش شد. یعنی منم خیلی آدمه مثلا عجیب تایی نیستم که بگم من دستورالعمل بدم یا چه میدونم فتوا بدم بگم که اینجوری برویم چون من این کارم درست میشه. در یا آزمون و خطاست که میتونیم به هم اعتماد کنیم. در این فیلم هم این اتفاق افتاد و به نظرم هم آرش خوب انتخاب کرد، هم خوب هدایت کرد و محصولش میشه این که اون چی که رو پرده میبینیم حقیقتا بازی های خوبی است که نمیتونیم بگیم که این کاش این نبود به جاش فلانی رو می آوردیم. این الان در فیلم هست. من همین امروز خیلی راجع به بازی فیلم در این جزء بازی خیلی صحبت میکنم. وقتی من یه نکته بگم در مورد این اتفاق، نگاه کنید وقتی ما داریم وقتی یه نفر داره یک فیلم میسازه که شبیه، یعنی شبیه اون قبلا یا ساخته شده یا زیاد ساخته شده یا حالا یک دونه یا یه سری نمونه داره، میشه با مقایسه کاری که می‌خوایم بکنیم و ترسیم یه افقی بگیم که آقا این کاره میتونه به نتیجه برسه یا نه. ولی وقتی داریم تجربه میکنیم به نظر من تنها اعتماده که میتونه کمک کنه که اون تجربه اتفاق بیفته. من به شدت معتقدم که الان فیلم در اومده ولی ممکن بود فیلم در نیاد. میدونید به هر حال ما داریم تجربه میکنیم. این در اومده در نیامدن به چی مربوط میشه؟ جهانه. اینکه فهمیده بشه، اینکه پذیرفته بشه، اینکه لمس بشه به نظر من از طرف بیننده. وقتی با مخاطب بفهمه فیلمو، درک کنه، ارتباط برقرار کنه، این در اومده دیگه در واقع. از جانب فیلمساز چگونه میفهمه که در اومده در نیامده؟ به هر حال من یک افقی دارم، یک تصوری دارم نسبت به فیلمی که فیلم نامه و چیز اتفاقی که میخواد در ساخت براش بیفته و در ادامه در تدوین میخواد براش بیفته. خب خود تدوین کردی؟ بله خودم تدوین کردم. سابقه تدوین داشتی؟ بله کار خود تدوین. بله هم کار خودم هم کار زیاد تدوین کردم. بلمان تکمنده مشکل با تدوینش نشی راضی بودی؟ بله. خب این چند امتیاز داشت، این که خود آرش خیلی فنی هم حالا صرف نظر از زیبایی شناسی تدوین مسلطه، در چه حتی سر صحنه میدونست چه اندازه چقدر بگیری کافیشه. این خیلی خوبه با کارگردانی بری که میگیری که انشالله بعدا تدوینگر نگید چرا کم گرفتی، همه رو به قاعده و به اندازه. ضمن اینکه کنار هم مونتاژ میکردیم، نسخه های مختلف میدیدیم، مدام بحث میکردیم، از این نظر خوب بود. نه من مشکل نداشتم خیلی، اینکه چون واقعا تجربه تدوین داره. این در اومدن واقعا شاید خیلیش توضیح دادنی نیست. به قول درایر میگه سینما گستره ی آن چیزهایی است که توضیح ناپذیرند. واقعیت همش فکر میکنه گاهی بساط عشق خودش جور میشود، گاهی بساط مقدمه ناجور میشود. همه چی رو میاری تو فیلم میگی دیگه از این بهتر بازیگر، از این بهتر دوربین، از این بهتر فیلمبردار، ولی ترکیب در نمیاد. در نهایت میگیم که چرا این چیش نشد. در این فیلم شیمی فیلم درسته،
همه درست کنار هم نشستن و این واقعا بخشش آقای جلیلی خود شما دیگه دوستاد این کاری توضیحش خیلی سخته اینکه چه جوری اینا کنار هم خوب شدن اما شدن یه باور جمعی انگار که تونست فیلمو در بیاره گاهی هم میگم نمیشه دیگه من آخرین سال از خودت میخوام چون بعدن رو بفتیم مفصل خواهیم تو کدوم لحظه بازی رویا افشار و کدوم لحظه فیلم تو خیلی بسته چند تا لحظه است که خیلی دوست دارم یکی از لحظه یه سکانس داریم که نهار میخورن یعنی یه اتفاقی افتاده و مامان حالا نمیره سر کار و تصمیم میگیره بچه‌ها رو دور هم جمع کنه و حالا یک نهار خانوادگی داشته باشن پیمان که نبوده میاد و احمد و فریدون قرار به اصطلاح دور هم باشن به نظر من اون یکی از من هر بار که اون صحنه رو میبینم اشتوشام خودم به عنوان سازنده اشتوشام جمع میشه و نکته جالب در مورد این صحنه اینه که ما 4 تا زاویه دوربین داریم که 4 تا تک برداشت رفتیم یعنی ما این سکانس که سکانس بوده 4 دقیقه است 4 تا برداشت فقط داره از 4 تا زاویه و بچه‌ها اینقدر تو گوشت و پوست خودشون این کاری رفته بودن یعنی کار اینقدر یکی شده بودن با کاراکترها که هر برداشت یعنی برداشت اول از خانم افشار گفتم تموم برداشت دوم از امیر نوروزی گفتم تموم یعنی همه همون چیزی بودن که من میگم واقعا تیم بازیگری شگفت انگیزی من داشتم من خیلی شانس داشتم که با این بچه‌ها کار کردم میشناختی آقای خانم افشار قبلا میشناختی بازیاش دیده بودی بله تو متولد چه سالی هستی خودت 60 این دهه 60 تازه بازی می‌کردی تو موقع بعد به دنیا اومده بودی یاره دید نیدی بودی کارش فکر کنم من آینه ها که ندیدی چرا؟ یه چیزای کوچولو یادمه یک نکته که من فهمیدم که آقای یعنی تفاهمی که بین من و آقای برزگر وجود داشت و اینو ما جفتمون فهمیدیم اینه که من وقتی فیلمنامه مامان رو نوشتم یه روزی دعوت شدم به یک سالونی و یک فیلم کوتاه دیدم که تو اون پکیج فیلم کوتاه فیلم منم داشت نمایش داده میشد فیلمی هم از عادل تبریزی داشت نمایش داده میشد و اونجا من وقتی کاراکتر مامان اون فیلم رو دیدم که خانم رویا افشار بازی میکردم گفتم من و شقایق خانمم به هم نگاه کردیم یعنی به هم نگاه کردیم و جفتمون چشمون برق زد که مامان رو دیدیم وقتی من با آقای برزگر قرار شد کار این فیلم رو بسازیم آقای برزگر به واسطه تجربیاتی که با خانم و آشنایی که با خانم افشار داشتم به من گفتن که خانم افشار به نظر من گزینه خیلی خوبیه یعنی من و آقای برزگر یعنی من فهمیدم کاملا ایشون سوارن روی فیلمنامه و همونطور که ایشون دارن یعنی من اعتماد کردم به آقای برزگر و پیشنهاداتشون رو کاملا میتونستم بهش خیلی جدی فکر کنم و میدونید یعنی از 2 نفر بودیم که به یک چیز فکر کرده بودیم این خیلی اتفاقه شاید خیلی ایدئاله که تو ببینی کسی رو داری با کسی کار میکنی که مثل تو داره فکر میکنه نسبت به اون چیزی که تو نوشتی خیلی اتفاق عجیبی بود یعنی و فکر میکنم بخش عمده ای از این اتفاق هم نتیجه خب نگاه درستشون به سینما و فیلم و فیلم مستقله یعنی اینکه آخرین سوال از آقای برزگر این سینمایی که نمیخواد جریان اصلی باشه میخواد یه سینمای متفاوت باشه گفتمانش چی؟ اساسش گفتمانه اونها اتفاقا جریان اصلی گفتمان نداره اونها گفتمانشون مسلطه یعنی میگی که من این قصه رو میگم تو باید گوش بدی ما میگیم بیا با هم یه قصه رو بسازیم با هم فکر کنیم بحث میخائیل باختینی بحث داره منطق مکالمه این که متن سوال مطرح میکنه تو ازش میپرسی خود متن میتونه به جواب بده یعنی تو در تنهایی با یک متن میتونی معاشرت و مکالمه کنی دیالوگ داشته باشی اساس سینمای متفاوت اتفاقا به اشتراک گذاشتنه و خانش های مختلفه چطور میشه مثلا پاراجانوف رو یک سویه دید تارکوفسکی رو یک سویه دید بگمان رو یک سویه دید و بگی اینو گفت ولا غیر اتفاقا این نیست اون سینمایی که تماشاگر رو به گروگان میگیره در 1 ساعت 2 ساعت و میگه که با یه التهابی این آدمه آدم بدر رو شکست میده و پیروز میشه همین رو بهتون میگه فرصتی برای چیز دیگه ای نیست این اساسش گفتمان خیلی متشکرم خیلی خوب بود خیلی ممنونم خیلی ممنونم از شما آرزوی موفقیت دارم برای شما که وارد سینما شدی و شما بازم فیلم بسازید مخلص شما خیلی ممنونم خیلی ممنونم